من برای شرکتی که نوار کاست بچه ها تولید میکرد، قصه های بچه ها، به نام شرکت قصه گو، قصه های موسیقی تولید میکردم. یعنی در واقع قصه ها رو ضبط میکردیم با دوبلورها، گویندگان در استودیو، و من در خونه اینها رو با موسیقی و اینا میکس و مستر میکردم با افکت و این چیزا، و این قصه ها رو روی کاست به بچه ها، یعنی در اختیار بچه ها قرار میدم. بعد از یه مدتی وزارت ارشاد از اون صاحب شرکت ما آقای فصیحی نامی بود خواستند که قصه های خارجی رو بذارن کنار، فقط قصه های ایرانی. خب قصه های ایرانی اومد تو کار و آقای فصیحی گفت خب حالا موزیکش رو چیکار کنیم، و از من خواست و من برای حدوداً 16 قصه مختلف موزیک نوشتم. اما چون نه بودجه و نه امکان اجرا نداشتم، تمام اینها رو من با یک سینتسایزر خونگی در منزل خودم ضبط میکردم، میبردیم استودیو و مجریان اون قصه بچه ها با همون صدای معمولی، حتی بعضی خوانندگی بلد نبودن، میخوندن رو اینها. الان نزدیک به 60-70 تا کار هست از این قصه ها که مجموعش توی کلکسیون من هست، و به هیچ وجه من الوجوه اینا رو تا حالا حتی ارائه نکردم. یعنی رو قصه ها اومده ها، ولی بعد از اون که اونها جمع شد دیگه تقریبا از سال 64-5 دیگه نیست. من از سال 2000 که رفتم به انگلیس شروع کردم به ایجاد ارتباط با ارکسترها و گروه های مختلف، و بعد از یکی دو سال خوشبختانه با ارکسترهای نه دست اول بلکه ارکسترهای در رتبه های دوم یا سوم ارتباط برقرار کردم، و آدم های مثلا فرض کنین مثل کیث استنت، پیر مردی هست خدا حفظش کنه، واقعا ایشون یه ارکستری داشت به اسم ارکستر وانزورث در ناحیه همین نام در لندن، چون ارکسترهای محلی در انگلیس و به خصوص در شهر لندن زیادن. یکی از دوستان دیدم در یه مقاله نوشته بود که در انگلستان الان شاید حدود 50 تا ارکستر وجود داره، ولی من اونطوری که تحقیق کردم در لندن بیش از 300 تا ارکستر وجود داره، 300 ارکستر سمفونیک. البته همشون تاپ نیستن. حتی این ارکستری که خدمتون میگم، یعنی وندورث، ارکستریه که نوازنده ها نه همشون، برخی هاشون شهریه میدن برای اینکه بیان تو ارکستر بزنن. همونطور که یه هنرجو میاد به شما شهریه میده برای اینکه بیاد یه درسی از شما بگیره، اینها میان شهریه میدن که در این جمع بنوازن برای اینکه سابقه بشه براشون. 4-5 سال که اینجا موندن یک نامه ریکامندیشن میگیرن، و این نامه رو وقتی میبرن به جایی در کنکوری که مثلا ارکستر سمفونیک لندن برگزار میکنه، 5 تا ویولونیست میخواد، برتری و ارجحیت با اینهاست که سابقه کار تو ارکستر داشتن، و این پوانه براشون، حالا اونجا قبول میشن. نهایتا میخوام به شما بگم نوازنده های این ارکستر حتی بعضیشون شهریه میدادن، از جراح محل، پسر اون جراح تو ارکستر میزد، از سوپرمارکتی محل، از تمام اینها. ولی ویولن اولش خانم مارگریت فرمیشون یاد رفته
رادفورد یا همچیزایی. ایشون سالها نوازنده ویولون دوم ارکستر سمفونیک لندن بوده، بازنشسته شده، حالا در سن پیریش تو این ارکستر می نواخت. بقیه هم کم و بیش یکی دو سه نفر بودن، حقوق می گرفتن و می زدن، خود رهبر و چند نفر بقیه، یا به طور دلبخواه و آزاد می آمدن، هفتگی یک روز تمرین می کردن، یا شهریه پرداخت می کردن به ارکستر و می نواختن. و من بعدها فهمیدم علتش هم اینجا بود که وقتی که آقای کیت استنت لطف کرد و اومد پلو من، تلفنی صحبت کردیم، آمد گفت میخوام کاراتو ببینم، کارهایی که بهش نشون دادم، گفت من فقط اونهایی که ارکستر سمفونیک کاملی میزنم، مثلا ارکستر مجلسی ذهی نمیزنم. من تعجب کردم چرا، چه اشکالی داره که ایشون ارکستر ذهی رو نمیزنه وقتی ارکستر داره. بعدن فهمیدم چون همه نوازندگان شهریه پرداخت میکنن، توقعشون اینه که تو کنسرتان باشن، نه اینکه یه دفعه بگن شما مثلا تو 5 هفته آینده که تمرین داریم تشریف نیارید، چون ما فقط داریم کار ذهنی میزنیم. اون که هورن میزنه، اون که فلوت میزنه، اون که فاگوت میزنه باید حضور داشته باشه. برای همین باید از ظرفیت ارکستر به شکل کامل استفاده بشه. با این ارکستر که آشنا شدم باعث شد که بتونم با ارکسترهای دیگه، اتفاقا استاد و دوست عزیزم لوئیس شکنواریان تو یکی از این کنسرت‌ها هم همراه من بود، همین ارکستر وندورست، فکر می‌کنم این سال 2007 یا 6 یادم نمیاد بوده، که در یک کنسرت دیگه چند دفعه این ارکستر کار من رو اجرا کرد. بعد ارکسترهای دیگری بودند، مثل ارکستر انجل که رهبریش رو یکی از دوستان من به اسم پیتر رهبری میکنه. و همینطور ارکستر داکلند سیمفونیا که اسپنسر داون رهبری میکنه، و ما با این ارکستر کارهای زیادی رو ارائه کردیم در جاهای مختلف، از جمله سال 2014 یه برنامه به اسم اپیک پرژیا یا ایران افسانه ای رو ایجاد کردیم در سالن کدگان. پسر من خیلی در این راه زحمت کشید و این ارکستر آمد و به ما کمک کرد و فقط کارهای آهنگسازهای ایرانی رو اجرا کردیم. در اون کنسرت حتی مسابقه‌ای گذاشتیم برای هنرجویان آهنگسازی فقط داخل ایران که 21 نفر شرکت کردن. این 21 نفر رو آثارشون رو بردیم و اونجا به قضاوت گذاشتیم و از بین اونها یک نفر اول شد که کارش در این کنسرت حتما اجرا میشد و اون آقای احسان محمدی بود که در اینجا کارشون که نوشته بودن
یک کار کوتاه 7-8 دقیقه بود به وسیله ارکستر داکلند سیمفونیا به اجرا درآمد. بعد از امین‌الله حسین، از آقای دهلوی، از رضا والی، از لوریس چکناواریان و از خود من کارهایی در این کنسرت اجرا شد که به گفته دستندرکاران کدوگان هال اولین کنسرتی بود که صرفاً به کار آهنگسازان ایرانی در یه سالن معتبری مثل کدوگان در انگلستان می‌پرداخت. ما سعی کردیم که این رو باز هم تکرار کنیم، اما همونطور که می‌دونید هر کدوم از این فعالیت‌ها احتیاج به پشتیبانی، احتیاج به تأمین مسائل مالی و غیره داره و به همین سهولت انجام شده نیست. ارکسترهای دیگری مثل فیلارمونیا بریتانیکا با من کار کردن، بله، که همون پیتر، دوست من پیتر فندر که اسمش هست، رهبری کرده و کارهای خیلی خیلی معتبری رو از من اجرا کردن. در همین سالها من ارتباطی برگزار کردم و برقرار کردم با هنر و موسیقی در کشور بلغارستان، چون بلغارستان در گذشته هم با ما هم نوازنده ها هم فرهنگ موسیقیش تماس خاصی داشته. مقدار زیادی از نوازنده های ارکستر سمفونی که ما رو قبل از انقلاب نوازنده های بلغاری تشکیل می دادن و نوازنده های خیلی خوبی هستن و چون خیلی بدون رودرواسی نسبت به بقیه نقاط اروپا از در هزینه ارزان تر بود، با ارکسترهای بلغاری تماس گرفتیم. در این راه پسر من نیسان خیلی زیاد زحمت کشید و واقعا از همینجا از دور هم روی ماهش رو میبوسم، هم ازش تشکر میکنم، چون واقعا مهم بود که ما بتونیم حداقل اون کاری رو که دوست داشتیم انجام بشه انجام بدیم و یک کسی در این راه بتونه با ما کمک کنه. ارکسترهای بلغاری خیلی با ما کمک کردن. ما چندین کنسرت در بلغارستان با ارکستر فیلارمونیک شهر روسه بالای بلغارستان، نزدیک یعنی در جنوب رودخانه دانوب اجرا کردیم. اولین کار من در واقع در این ارکستر سیمفونی سینتتیکال بود که اولین اجرای جهانی شد. بعد با ارکستر سمفونیک پازارجیک کار کردیم، شهر پازارجیک نزدیک سوفیا است، با سوفیا سولویست، گروه 15 نفری که یکی از گروه های برجسته نوازنده زهی در اروپا و در جهان هستند و در گذشته خیلی به نام بودن و خیلی کارهای مهمی رو انجام میدادن، صفحات زیادی ازشون هست. اینها کار من رو اجرا کردن خوشبختانه. و بعد در سال گذشته هم، یک دو سال گذشته هم، خود ارکستر فیلارمونیک صوفیه، شهر صوفیه، که آقای سلاوی دیمیتروف رهبرش لطف کردن و یک کنسرت رو در اختیار من گذاشتن که این کنسرت در واقع درش دوتا کار از آقای اصلانیان برای ارکستر، برای اولین بار بعد از انقلاب یا حتی بعد از فوتشون اجرا شد که پیشنهاد خود ما بود. یک کنسرت از موزارت که پسر من می نواخت، کنسرت 23، و بعدم یک باله بزرگ از من که سالی که اجرا شد 40 سال از تصنیفش می گذشت، یعنی بعد از 40 سال تازه به اجرا در می آمد، البته برای ارکستر نه روی صحنه رقص. در این کنسرت هایی که در خارج برگزار می کردیم و یا برگزار می شد، همونطور که گفتم بسیاری از آثار آهنگسازان ایرانی گنجانده می شد و سعی می کردیم که به نوعی حمایت خودمون رو از کار کرده هنرمندان و آهنگسازان و موسیقیدانان ایرانی بیان کنیم. خب پسر من و دختر من هم در جاهایی که
میتونستن نقشی داشته باشن، نقش خودشون رو بازی میکردن. این روال رو ما سعی کردیم که تداوم بدیم و مداومت براش ایجاد کنیم. در هر کنسرتی تا اونجایی که ممکنه این حرکات رو داشته باشیم که کار آهنگساز ایرانی در اولویت باشه. حالا اگر یه بخشی از کنسرت در اختیار ما قرار میگرفت، آثار آهنگسازان رو اونجا میگنجوندیم و خب مسلماً سعی میکردیم که اول به کارهای خود من پرداخته بشه و بعد هم به کارهای بقیه. ولی در این زمینه حتی من فرصتهای مهیا کردم برای تعدادی از دانشجوهای موسیقی خودم که چند سال پیش بدون حضور من اینها به بلغارستان رفتن و با یکی از ارکسترهای سمفونیک در شهر پلوون کارهاشون رو در یک کنسرت اجرا کردن. آدم‌هایی بودن مثل آقای احمد رضا اسماعیلی، خانم مریم شریف‌زاده، آقای رضا ناشفر، همین آقای احسان محمدی که فوق‌العاده کاراشون هم مورد استقبال اونجا قرار گرفت. فرصت‌ها رو داشتیم ایجاد می‌کردیم تا جایی که ممکنه برای هنرجویان، برای دست‌اندرکاران و آهنگسازان ایرانی که بتونن کارهاشون رو ارائه بکنن. این روال البته توی همه کنسرت ها نبوده ولی در بسیاری از این کنسرت ها برقرار شده. غیر از بلغارستان و غیر از شهر لندن و انگلستان در جاهای دیگه کارهای من به تناوب اجرا شده. از استرالیا در ملبورن و سیدنی با گروه های مختلف، همینطور در آمریکا در شهر اتلانتا، در کانادا در تورنتو و در ونکوور، همین مثلا سه چهار ماه گذشته در ونکوور فستیوال بود که دو تا از کارهای من درش اجرا شد، به خصوص کارهای مجلسی و کوچیک مثل همین سونات برای فلوت و گیتار من. در سوئد پدر و پسری بودن، دو ایکس ام، که همین کارهای مجلسی من، سوناتهای من رو اجرا میکردن و گروه های متنوع دیگه هم بوده در خود انگلیس و یا در جاهای مختلف دنیا که تونستیم کارها رو در اونجا ارائه بکنیم. در شروع فعالیتمون در ایران سعی کردم که این کارها رو به دیگران هم ارائه بدم. گروه های خیلی خیلی خوبی مثل ارکستر زهی پارسیان، بچه های رسیتال بده و کسانی که کنسرت میدادن از قبیل نوازندگان پیانو یا بچه های سازهای دیگری، مثلا خانم فیروزه نوایی که از فلوتیست های خیلی خوب هست، سال گذشته با آیلین ارجمند سونات فلوت گیتار من رو باز دوباره هم تو دانشگاه هنر و هم در سالن رودکی اجرا کردن و یه فرصت های اینطوری پیش اومد. سه سال پیش ارکستر سمفونیک تهران و آقای علی رهبری در یک پروژه‌ای که در این پروژه کار آهنگسازان ایرانی رو ارائه می‌کردن برای اینکه بره روی یک سی دی به نام شرکتی به نام ناکسوس ضبط و منتشر بشه در سطح جهانی، از تعدادی از آهنگسازان ایرانی کارهایی رو ضبط کردن. این کارها فکر میکنم کار 11 آهنگساز ایرانی ضبط شد که زحمت زیادی هم میبرد، ولی خب امروز در دست بنیاد رودکی است و حتی خود ما که سازندگان اثر و یا بقیه دوستانی که اکثرا هم جوان هستند و در این پروژه شرکت داشتن آثار خودشون رو نشنیدن و در اختیارشون قرار نگرفت. در این نمیدونم در کجا خوابیده، انشالله که جای درستی باشه و یه موقعی بیاد بیرون و
بتونیم هم خودمون هم دیگران ازش استفاده بکنیم.